دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسه قبل با حل یک مثال مبحث اعمال جبری روی توابع رو با, با هم دیگه شروع کردیم من میخوام یه جمله بگم یک جمله کذایی بگم بگم توابع مثل اعداد حقیقی شما میتونی روشون اعمال جبری انجام بدید میتونید تفریق جمع تفریق، تقسیم و ضرب انجام بدید مثال جلسه قبلمون تفریق بود که ضابطه تا برای از یه تابع دیگه کم کردیم اما اصلا کلا ببینیم چه جوری اعمال جبری روی توابه انجام رو میدیم و اصلا مفهومش چیه روی پاکان من همین وسط مشخص شد بچه برای اینکه با مفهومش آشنا بشیم بذارید همون شکل معروف توابه رو که ما همیشه استفاده میکردیم کردیم بچه ها. اونو بکشید فرض کنید دو تا تابه دارید به نام تابه های F و G معروف ترین اسمایی که ما همیشه برای توابه استفاده میکنیم تابه F و G به این دو تا تابه ما یه ورودی مشترک میدیم یعنی ما ورودی های این تا, تا تابه مشترک هم. ورودی x رو به هر دو تا تابع میدیم و در نتیجه خروجی fx رو از تابه f و خروجی jx رو از تابه j میگیم حالا بچه ها ما میتونیم یه کاری کنیم میتونیم این دو تا خروجی رو با هم دیگه جمع بکنیم و در نهایت اون چیزی که دست ما رو بگیره fx به اضافه جای x باشه چیکار کردیم ما یه ورودی یکسان به دوتا تا تابه دادیم خروجی های تابه رو گرفتیم و با هم جمع کردیم به این کار میگن عملیات جمع روی توابه. پس حالت یکی که ما بررسی کردیم شد f x به اضافه j x بعضی وقتا برای ساده سازی f x به اضافه j x رو به این صورت نشون میدن f به اضافه j x بچه اگه اینو دیدین تجرب نکنید نه این همون مفهوم جمع دو تا ذابطه تاب است خب حالا کار دیگه وقتی که ما خروجی اف ایکس با جای ایکس رو میگیریم میتونیم jx ایکس رو از اف کم بکنیم یه کار دیگه یه که میتونیم بکنیم یعنی اینجا این بلاک به جای اینکه یک جمع کننده باشه یک کم کننده باشه و بعد اون موقع خروجی که دست ما رو میگیره اف ایکس منهای جای ایکس این استش حالت یک حالت دو حالت دو مونم دوباره برای ساده سازی به جای اینکه f x من های x بنویسم می نویسن f من های x خب حالا من یه پرانتز اینجا باز بکنم بچا من میخوام یه سوال از شما آیا ما هر X رو میتونیم اینجا بدیم هر X رو به عنوان ورودی مشترک میتونیم بدیم ببینید این اکسی که میدیم ما از این سمت بالا وارد F میشه از سمت پایین وارد G میشه حالا فرض بکنید که اگر X عضو دامنه F ای نباشه اینجا ما دیگه خروجی Fx نمیگیریم یا برعکس اگر G عضو اگر X عضو دامنه G ای نباشه دیگه خروجی Gx دیگه نمیگیریم که با, این با هم دیگه جمعشون بکنیم یا کمشون بکنیم پس برای اینکه ما هر دو تا خروجی رو داشته باشیم که از همدیگه کم بکنیم یا با هم جمع بکنیم لازمه که x بتونه وارد هر دو تابه بشه در واقع بتون در واقع x عضو دامنه هر دوتا تابه باشه برای اینکه x عضو دامنه هر دو تابه تا باشه تا لازمه که x بچه ها عضو اشتراک دوتا دامنه باشه چه برای جمع چه برای تفریق خب حالا گفتیم بچه ها عملیات ضرب و تقسیم هم میتونیم روی توابه انجام دیم. دوباره شکل همینه دوباره ورودی یکسان میدیم مثلا فرض کنید برای ضرب ورودی یکسان به هر دو تا تابع میدیم خروجی F و جی رو میگیریم حالا من مثلا میخوام به جای این دفعه منها بازم این دوتا رو خط میزنم این بلاکمون بشه ضرب خب بچه ها برای حالت ضرب که حالت سومه میشه fx x ضرب در در واقع من خروجی f و جی جی رو گرفتم خروجی fx و خروجی ج رو گرفتم ضرب در هم دیگه کردم و اون چیزی که دست منو میگیره f x ضرب در که به این صورت هستش بچه دوباره برای ساده سازی بچه به این صورت هم می نفسن. دیدیم که علامت ضرب ما بعد و از همه نقطه هم می نشون بدیم پس میشه F ضرب در G یا F داد G X خب حالا باز دوباره سوال مطرح میشه که آیا هر x یا میتونیم بدیم گفتیم برای اینکه این, این دوتا خروجی رو داشته باشیم که بعد بتونیم ضرب در هم ضربشون بکنیم لازمه که x که میدیم عضو دامنه هر دو تابمون باشه پس دوباره همون شرط داریم که x عضو اشتراک دو تا تاب دامنه دو تابم باشه یعنی عضو اشتراک دامنه f و دامنه g و اما عملیات آخر عملیات آخر عملیات تقسیمه من دوباره اینجا رو خط میزنم یا یعنی اگه این تقسیم باشه چه اتفاقی میاد دوباره ورودی مشترک x رو دادیم خروجی های fx و gx رو از دو تابه, دو تابه ای f و g گرفتیم حالا این بار g رو تقسیم بر f میکنیم یعنی خروجی ببخشید f رو تقسیم بر g میکنیم یعنی خروجی f رو تقسیم بر خروجی jx میکنیم خب بچه ها و این حالت چهارممونه که fx تقسیم بره بعضا تقسیم رو با این علامت تقسیم نشون نمیدم به این صورت نشون میدم jx که برای ساده سازی f بر روی جی می نویسنش. x خب حالا چه x هایی رو میتونیم بدیم به این میتونیم بدیم به این شکلمون که بعد بتونیم f رو تقسیم بر جی بکنیم گفتیم که لازمه به ازای ایکس ما بتونیم خروجی داشته باشیم یعنی ایکس عضو دامنمون دامنه هر دو تا تابمون باشه اما اینجا یه اما ام وجود داره بچه اگر اگر جای ایکس صفر شد چی؟ اگر جای ایکس صف شد اون موقع اف تقسیم برای صفر معنی نداره پس نه تنها ایکس باید عضو دامنه عضو اشتراک دوتا دامنه باشه بلکه باید x به صورتی باشه x باید به صورتی باشه که خروجی ج به ازای اون x صفر نشه پس این حالت اشتراکش به ازای x ها به قسمی که ج x مخالف صفر باشه اگر یک x این دوتا شرط رو برآورده بکنه اون موقع میتونیمش بدیم به دوتا دو تا تابه و بعد خروجی های دوتا تابه رو بر هم تقسیم بکنیم البته اگر ما مثلا تقسیم به جای F تقسیم بر G, بود. G تقسیم بر F بود اون موقع Fی که در مخرج قرار گرفته نباید صفر میشه یعنی برای حالت یه پرانتز باز بکنیم اگر ما J تقسیم بر F رو داشتیم اون موقع x هایی رو میتونیم داشته باشیم که x عضو اشتراک دو تا دامنه باشه ببخشید بچه پرانتز من باید اینجا بذارم و همچنین x به قسمی باشه که f مخالف صفر باشه خب یعنی هر تابعی که در مخرج قرار گرفت باید x به صورتی باشه که اون رو صفر نکنه بچه این چهار تا عملی بود که ما اعمال جبری بود که ما میتونستیم روی توابع انجام بدیم و این نحوه نوشتنش رو هم. اما خب خیلی هنوز باشون آشنا نشدیم از جلسه بعد شروع میکنیم مثال حل میکنیم تا آشناییمون با اعمال جبری روی توابع بیشتر بشه مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافز